مراکز پژوهشی و رسانه‌ای در سراسر عراق روز چهارشنبه در سمیناری نسبت به اهمیت غنی شدن کتابخانه‌ها و مراکز مختلف با کتب شیعی خبر دادند. گفته می شود هدف از این کار نشر هرچه بیشتر علوم و معارف اهل بیت علیه ما سلام است. لازم به ذکر است مطرح شدن این درخواست نیز به نوبه خود اقدام بی سابقه تلقی می شود. گفته سین درخواست توسط مرکز اطلاع رسانی بین المللی آستان مقدس حسینی و مؤسسه گفتگوی النبا در شهر مقدس کربلا و برخی دیگر از مراکز مطرح شده است درخواست کنندگان معتقدند با انتشار اندیشه اهل بیت اندیشه و فرهنگ صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز پیش از پیش منتشر خواهد شد پیش از این توماس ترافینی نماینده واتیکان که از مراکز مهم فرهنگی و دینی در عراق دیدن کرده بود در مذاکره با مسئولان مؤسسات مختلف نسبت به انتشار اندیشه اهل بیت علیه السلام تأکید کرده و آن را عاملی برای انتشار اعتقادات صلح‌آمیز در جهان دانسته بود روز گذشته 58 و و سازمان بین المللی حقوق بشری از شورای امنیت سازمان ملل خواستند تا علم بابر اح... اح... ببخشید عهده گرفتن مسئولیت خود در اجرای احترام به قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی و حمایت از غیر نظامیان و ارائه کمک بشردوستانه بشر دوستانه به غزه برای توقف فوری آتش بحث در این منطقه نیز اقدامی مفید انجام دهد این کشورها در بیانیه مشترک خواستار لزوم جلوگیری از تمامی تخلفات و جنایات غیر انسانی علیه کسانی که کمک های بشر دوستانه در این باریکه جنگ زده ارائه می دهند شدند و نقض آن را از موارد نادیده گرفتن آشکار قوانین بین المللی بشر دانستند. در ادامه این بیانیه سازمان های حقوق بشری از کشورهای جهان خواستند تا جنایت شنی و تخلفات ارتش اسرائیل علیه غیر نظامیان، خبرنگاران و امدادگران بشر را به شدت محکوم کنند در پایان این بیانیه سازمان های حقوق بشری از دادگاه کیفری بین المللی نیز خواستند تا به نقش خود در ایفای عدالت و مسئولیت مجرمان جنگی بپردازند و آنها را محاکمه کنند ارتش عراق اعلام کرد که دو شبه نظامی از گروهک هک های تندروی داعش را روز سه شنبه در یک حمله هوایی در استان دیاله در شرق عراق به هلاکت رسانیده است گفتنی بر اساس گزارش های اطلاعاتی رسیده جنگنده های عراقی یک مخفیگاه مرتبط با گروه سنی های تندروی داعش را در رشته کوه همرین در شمال استان دیالی مورد حمله هوایی قرار دادند که در نتیجه آن مخفیگاه منهدم شد و همه شبه نظامیان داخل آن کشته شدند. در این عملیات جسد دو نفر از اعضای گروهک سنیهای تندروی داعش که گمان می‌رود از رهبران ارشد این گروه در استان باشند یافته و همچنین مقدار قابل توجهی اسلحه و مهمات نیز کشف و ضبط شد. در پایان لازم به ذکر است وضعیت امنیتی در عراق پس از شکست سنیهای تندروی داعش در سال 2017 بهبود یافته است. با این حال بقایای این گروهک مخفیانه به مراکز شهری، بیابانها و مناطق ناهموار نفوذ کرده و تا کنون حملات چریکی مکرری را علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامیان انجام داده. خبری از اوضاع مهاجران آفریقایی در اروپا سازمان ملل از بریتانیا خواستند تا در تصمیم اخراج مهاجران غیرقانونی به رواندا پس از تصویب آن در پارلمان تجدید نظر کند سازمان ملل در این درخواست هشدار داده است که چون این تصمیمی حاکمیت قانون را تهدید و یک سابقه خطرناک جهانی ایجاد می کند. والکر ترو که کمیسر عالی حقوق بشر و فیلیپا گراندی کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل روز سهشنبه از دولت ریشی سونا که نخست وزیر بریتانیا خواستند تا اقدامات عملی برای مقابله با جریانهای نامنظم پناهجویان و مهاجران را بر اساس همکاری بین المللی و احترام به حقوق بشر بین المللی اتخاذ کنند از سوی دیگر مایکل اوفلاهرتی کمیسر حقوق بشر شورای اروپا نیز به نوبه خود از دولت بریتانیا خواست تا از اخراج افراد زیر چتر سیاست رواندا خودداری کند قابل ذکر است پارلمان بریتانیا روز دوشنبه لایحه بحث برانگیز را تصویب کرد که به دولت اجازه می‌دهد پناهجویانی را که به طور منظم وارد این کشور شده اند از بریتانیا اخراج و به رواندا اعزام کنند سازمان مهاجرت سازمان ملل او آی ایم چهارم اردی ماه از واژگونی قایق پناهجویان در سواحل جیبوتی خبر داد گفتنیست در این حادثه دست کم 16 نفر کشته و 28 نفر دیگر مفقود شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه سازمان بین المللی مهاجرت با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت فاجعه واژگونی قایق در سواحل جیبوتی با 77 مهاجر از جمله چند کودک رخ داد در همین راستا برهان و تزهاگایه سفیر اتیوپی در جیبوتی در پیام دیگری در شبکه اجتماعی ایکس زمان این حادثه را شامگاه دوشنبه دوم اردیبهشت اعلام کرد و نوشت این قایق حامل مهاجران اتیوپایی از یمن بود و سی سه نفر از جمله یک زن جان سالم به در بردند شان ذکر است اتیوپی دومین کشور پرجمعیت آفریقا درگیر جنگ های داخلی و خشکسالی شدید است و بیش از 15 درصد از 120 میلیون جمعیت آن به کمک های غذایی سازمان ملل وابسته علی بیتاللهی رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرزازی ایران طی اظهاراتی گفت محاسبات انجام شده نشان می‌دهد که چیزی حدود 49 درصد جمعیت کل ایران بر روی پهنه‌های فرونشستی یا مجاورت آن سکونت دارد علی اللهی درباره مطالعات انجام شده برای شناسایی اینکه چه میزان جمعیتی از ایران که در پهنه فروش فرونشستی سکونت دارند اظهار داشت در این باره گزارشی تهیه کردم که در این گزارش نقشه های فرو نشستی و سکونتگاه های جمعیتی شهری و روستایی را بررسی کردم و تطابق دادم وی در ادامه افزود مطالعات نشان میدهد که متاسفانه محدوده های جمعیتی عمده و کلان کشور مانند تهران، مشهد، شیراز، کرمان و از همه مهمتر اصفهان و چند کلان شهر دیگر دقیقا در محدوده فرونشستی قرار دارند یا مجاورت و حاشیه زونهای فرونشستی واقع شدهاند رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی تاکید کرد خصلت فرونشست زمین این است که هر روز ادامه دارد و استنباط می‌یابد. وی همچنین تاکید کرد اگر همین روال ادامه پیدا کند این زونهای مجاورت فرونشست هم جزو پهنه های فرونشست خواهد شد و به این پهنه می پیوندند و وسعت فرونشست افزایش پیدا می کند. و خبر پایانی امشب بارش شدید باران در استانهای اصفهان و یزد باعث وقوع سیل آب گرفتگی و کندی رفت و آمد در شماری از شهرستانهای این دو استان شده است مدیریت بحران استانداری یزد روز گذشته اعلام کرد تمام مقاطع تحصیلی شهرستان یزد به علت بارندگی امروز به صورت غیرحضوری برگزار می شود طبق این گزارش بارش شدید باران در استان است موجب تخریب برخی مناظر قدیمی مستور شدن برخی جاده ها و کندی رفت و آمد در شماری از شهرستان های استان شده است در همین راستا مدیر مدیرامل جمعیت هلال احمر اصفهان گفت سیل دو دستگاه خودروی کامیون را در شهرستان ناین با خود برد و باعث آسیب و خرابی به سه خانه در شهرستان آران و بیدگل شد از سوی دیگر در استان کرمان نیز رئیس ستاد بحران شهرستان زرند اعلام کرد به دلیل شرایط نامناسب جوی و احتمال بارندگی شدید امروز کلیه مدارس این شهرستان تعطیل است فرماندار زرند نسبت به مسافرت به مناطق کوهستانی و قرار گرفتن در مسیر رودخانه ها هشدار داده است